الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لطف و نظر بزرگی آیون محترم به هر حال مرا توفیق داد به خواست خداوند تعالی که چند دقیقه در حضور شما مزاحم باشم. چند جمله حالا چیز دیگری تو ذهن گرفته بودم صحبت کنم ولی ذهنم عوض شد و حالا خدمتتون عرض میکنم. من فکر کردم که چون بیشتر شما عزیزان افرادی هستید که در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون حد سن بالا نبودید. سال 21 است که امام رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن، 13 خرداد 1368 الان 89 21 سال تمام میشه، دو روز دیگه. فکر کردم که مسئله ای رو که بعد از فوت حضرت امام و نزدیک فوت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اتفاق افتاد برای شما عزیزان بازگو کنم. در این اواخر عمر مبارک حضرت امام رحمت الله تعالی علیه دستوری از ناحیه ایشون صادر شد، خطاب به مقام معظم رهبری که اون موقع سمت ریاست جمهوری داشتم. دستور هم این بود که مواردی از قانون اساسی رسیدگی مجدد و بازنگری بشه. این جلسات بازنگری با ریاست آقا که اون موقع رئیس جمهور بودند در محل ریاست جمهوری تشکیل می شد. افرادی که عضو بودن خود حضرت امام رحمت الله علیه تعیین فرموده بودن و اسم این بنده هم جزء اون جمع بود. جلسات تشکیل می شد، کمیسیون های متعددی داشتیم و نظرات کمیسیون ها در جلسات عمومی همه که حالا دقیقا نمی دونم 20 چند نفر بودیم بازگو می شد و بررسی می شد و رأی گیری و همه اینها مقدمه بود برای اینکه اصولی را که حضرت امام رحمت الله علیه دستورش داده بودند در اونجا بعد از بررسی های زیاد رأی گیری می شد و بعد از رأی گیری هم بنا بود که به آرای عمومی گذاشته بشه. کمیسیون های متعددی داشتیم. من خودم عضو این هیئت بازنگری بودم و کمیسیونی هم که ما درش بودیم کمیسیون مربوط به ولایت امر بود که اصل 107 قانون اساسی و اصل 109 و شاید اصل 111 هم بود. به هر حال راجع به شرایط رهبری بحث می‌کردیم. عضو این کمیسیون اونطوری که من در ذهنم هست مرحوم آیت الله مشکینی هم بودن. آقایون بزرگواری بودن، منم از تمام عنایت فرموده بودند و عضو این جمع بودم و اونجا در تقسیم بندی کار عضو کمیسیون ولایت فقیه. به هر حال روز 13 خرداد 1168 بعد از ظهر بود کمیسیونی داشتیم و بنا بود که مطالبی رو که باید در کمیسیون ادامه بدیم بحث کنیم. محل کمیسیون محل سابق مجلس شورای اسلامی بود. بعد از ظهر بود، حالا حدود دو ساعت بیشتر به غروب بود، رفته بودم اونجا برای تشکیل کمیسیون که یک بار جناب آقای هاشمی رفسنجانی ایشون آمد اونجا و از بیرون ظاهران آمد، سلام علیک کردیم و
به من فرمودن که از دفتر حضرت امام رحمت الله علیه، از دفتر حضرت امام به من گفتن بیا و من میخوام برم، شما هم هست اینجا. وقتی که آی خامنه ای تشوردن، هنوز نیامده بودشون، وقتی که آی خامنه ای تشوردن به ایشونم بگو که من رفتم دفتر حضرت امام. ما هم خب صبر کردم و ایشون تشوردند و به ایشون عرض کردیم. معلوم شد که به ایشون هم اطلاع داده بودند که وضع جسمانی حضرت امام رحمت الله علیه یه مقدار آشفته تر شده. به هر حال بنابراین شد که همه ماها، حالا همه اعضای عرض میکنم جمع بازیگری نه، ولی من هم که اون موقع عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم بودم، عضو شورای نگهبان هم بودم، رفتیم دفتر حضرت امام رحمت الله تعالی علیه. به من اجازه دادن که برم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینم. همون حدود یک ساعت و نیم مثلا به غروب بود رسیدیم اونجا. امام رحمت الله تعالی علیه در وضع عادی نبودن، ایشون رو با همین دستگاه های تنفس مصنوعی و این چیا نگه داشته بودن و روشن بود که ایشون عمرشون باقی نخواهد ماند. آقایون اعضای هیئت رئیسه خبرگان رهبری که عبارت بود از مرحوم آیت الله مشکینی به عنوان رئیس، جناب آقای هاشمی رفسنجانی و حالا ظاهراً حضرت الله امینی بودن، بنده بودم، حضرت الله طاهری خرم‌آبادی بودن، های هیئت امام، من منشی هیئت رئیسه بودم. به من فرمودند که وضع امام نامساعده و ظاهراً ما باید فردا اجلاسی خبرگان داشته باشیم استراراً. به من آقایون فرمودند که تو دعوت کن از همه خبرگان سراسر کشور. من هم رفتم مشغول دعوت شدم از همون تلفن دفتر حضرت امام. تا حدود مغرب شاید طول کشید که این کار دعوت از خبرگان رو من انجام دادم و مفاد مطالبم که متقایون عرض می‌کردیم، چون اونجا هم بود همه شماره تلفن‌های اعضای مجلس خبرگان، با همشون تقریبا تماس گرفتم و گفتم ما فردا ساعت 8 صبح محل مجلس، محل سابق مجلس شورای اسلامی اجلاسی داریم و چیزی هم نگفتیم غیر از این که از وضع حال ناجور امام مطلبی قرار شد من نگم. کار تموم شد و بنا شد آقایون هم برای فردا صبح تشریف بیارند و دیگه حدود مغرب بود، رفتیم نماز خوندیم و نشسته بودیم. بزرگان محترم از خبرگان و عزیزان بزرگوار دیگر اونجا بودند، مثلا حضرت آیت الله های مهدوی کنی تشریف داشتند، با اینکه اون موقع ایشون نه عضو خبرگان بودند نه مسئولیت رسمی داشتند. عده ای از اعضای خبرگان دیگران بودند تا اینکه اونجا نماز خوندیم و نماز جماعت خوندیم و نشسته بودیم که خدا رحمت کند مرحوم حاج احمد آقا رو. اونطور که من خاطرم هست ساعت 10:20 بود شب، حالا 10:20 نمیدونم اون وقتم ساعت تغییر کرده بود یا نه، به هر حال ساعت 10:20 بود، مرحوم حاج احمد آقا آمد و به همون جمع ما گفت که امام یا آقا از دنیا رفتند رضوان الله تعالی علیه. خب دیگه معلوم است که همه ما علاقمندان و عاشقان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ناراحتی زیادتر ما رو فرا گرفت و به فکر این افتادن که چیکار بکنیم، آیا اصلا اعلام بکنیم یا نکنیم. اینم بگم که ما که اونجا نشسته بودیم، امام اعلام شده بود به ما که از دنیا رفته، مردم ارادتمند به حضرت امام که تو همون حسینیه جماران جمع شده بودن، ما تو دفتر اون قسمت که بیمارستان گونه بود اونجا بودیم، هجوم آوردن ما میخوایم امام رو ببینیم چیکار کنیم. آقایون اعلام کردن بهشون که شما برید در مساجد و حسینیه ها برای سلامت امام دعا کنید بعد از فوت امام بود. به هر حال این مقدار صحبت کردیم، گفتیم خب این فوت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو اعلام بکنیم یا نه. قرار بر این شد که فردا صبح
نمیدونم ساعت 5 صبح یا 7 صبح، این تردید از منه، اون موقع اعلام کنن. و قرار شد که ما هم بریم در همون جایی مثلا سکونت داشته باشیم شب، و فردا هم ساعت 8 در محل مجلس شورای اسلامی اجتماع کنیم برای تشکیل اجلاسی خبرگان. و قرار بر این بود که از ناحیه ما حتی به برادران پاسداری هم که همراه ما هستن گفته نشه. من عمل کردم به این شرط، حالا نمیدونم همه آقای بزرگوار عمل کردن یا نه، بالاخره حالا دیگه اون شبم دیگه شب خوابیدن و اینها نبود با این تأثیر زیادی که به خاطر فوت حضرت امام رحمت الله علیه پیش اومده بود. بعضی از آقایون بزرگوار که الان هم ارادتمند حضرت امام رحمت الله علیه ولو بعد از فوتشون و علاقمند به انقلاب هستن، خیلی ناراحت بودن که نکند مسئله پیش بیاد که مثلا فوت امام اعلان بشه افراد ضد انقلاب کارهای خلافی بکنن. من یادم از که اونجا گفتم چی میگید، مردم عاشق امام هستن، کسی جرأت داره مگر نفس خلافی بکشه؟ هیچ خواهش تو رو نمیشه. به هر حال فردا صبح شد و اجلاسی خبرگان بنا بود تشکیل بشه. آیون هیئت رئیسه تصمیم گرفتن که برای تشکیل این جلسه، خصوصا اینکه ساعت 5 صبح یا 7 بعد 7 صبح اعلام میشه فوت حضرت امام و همه مردم میدونند، دعوت کنن از نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی، از هیئت وزرا و محترمین کشور بیان در همون محل سابق مجلس شورای اسلامی اجتماع پیدا بکنند و اعضای خبرگان هم که بیان. همه آمدن. وقتی آمدن مسئله‌ای که اول مطرح شد پیش از ظهر قرائت وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.